و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على محمد. خدا را شاکرم که در محضر شما عزیزان و سروران قرار گرفتم. با کسب اجازه از اساتید میخواهم بیان کنم که نقش ما جوانان در زمین سازی ظهور چیست. مهمترین و اساسی ترین نقش ما جوانان در زمین سازی ظهور و در این زمان این است که ما باید خودمان را مسلح به صلاح فرهنگی بکنیم و اساسی ترین صلاح این است که اول ما باید علمی با تقوا داشته باشیم، چون در این زمان مهمترین چیز علم است، علم و دانش است. جامعه قدرتمند است و خانواده قدرتمند است که از علم و دانش برخوردار است. امروزه کشورهای اروپایی یا غربی که حتی تسلط بر کشورهای اسلامی دارد، علتش چیست؟ علتش همین است که اونها چون از علم و دانش برخوردار است. کسی قوی است و کسی قدرت روحیش قوی است که علم بیشتر داشته باشد. دوم، تقوا. علم و تقوا مثل دو تا بال میماند. اگر یکی نباشد پرواز کردن غیر ممکن است. امروز ما خیلی از تحصیل کرده هایی داریم در افغانستان که چون تقوا ندارد هیچ کاری هم نمیتواند. این دوتا باید با هم باشد تا مبارزات فرهنگی ما را بکنیم، کسانی باشیم که امام زمانمان به وجودمان افتخار بکند، کسانی نباشیم که باعث شویم تا امام زمانمان از دست ما خجالت بکشد. امام صادق علیه السلام اصحابی داشت که همیشه با وجودشان افتخار میکرد. روز امام صادق علیه السلام در میان اصحاب خود نشسته بود، رو کرد به هشام ابن الحکم. هشام ابن الحکم در اون زمان جوانی بود که حتی ریش برود هم نداشت. امام صادق علیه السلام گفت، فرمود: یا هشام، الا تخبرنی کیف صنعت بعمر ابن عبید و کیف سألته؟ برای ما تعریف نمی کنی که از عمر ابن عبید با عمر ابن عبید چی کار کردی و چگونه سوالاتی ازش کردی؟ هشام ابن الحکم گفت: اینی اجلک و استحییک ولا یعمل لسانی بین یدیک. آقا جان، من در مقابل شما سخن گفته نمیتونم، زبانم یاری نمیکند. امام صادق علیه السلام فرمود: هشام، اذا قلتم بشیء، اذا امرتكم بشیء فافعلوا، هر چی گفتم انجام بدید. هشام گفت: من خبر شدم که عمر ابن عبید در مسجد بصره برای خودش مسند بنا کرده و هی فتوا میده و مردم میاد ازش سوال میکنه، از پیش خودش هر چی میگه. به تعبیر ما هشام میگه مرا اینجا طاقت نداد. یک جوان ببین، میگه من از همینجا حرکت کردم رفتم بصره، روزی جمعه به بصره رسیدم، رفتم دیدم که مردم حلقه زده و هی تبلیغ میکنه، برای مردم فتوا میده، مثل مفتی های اهل سنتی که الان در افغانستان هر چیز به دهنش آمد میگه.
هشام میگه من رفتم مقابلش نشستم، گفتم ایها العالم اینی رجل غریب تأذن لی فی مسألتین، آیا اجازه میدهی سوال داشته باشم؟ قال لی نعم سلنی، گفت سوال کنید. هشام میگه من گفتم الک عین، آیا چشم داری؟ قال یا بنی ای شیء هذا من السؤال شیء الذي تراه کیف تسأل عنه، میبینی که چشم دارم چگونه سوال میکنی؟ تعبیر امر ابن عبید این بود که ای بچگک. هشام گفت هکذا مسئلتی تجبنی فی حال اولا، سوالات من همین قسمی است، آیا میخوایی جواب بدی یا نه؟ قال عمر بن عبید سلنی و این کانت مسئلتک همقا، سوال کن اگرچه سوالای تو احمقانه است. قلت الک عین، آیا چشم داری؟ قال لی نعم. قلت فما تصنع بهی، و چشم چیکار میکنی؟ قلت ارا بها الالوان و ارا به الوان والاشخاص، با چشم رنگ ها و اشخاص میبینم. قلت الک اذن، آیا گوش داری؟ قال لی نعم. قلت فما تصنع به؟ قال اسمع بها الاصوات، صوت ها را میشنوم. قلت الک انف، آیا بینی داری؟ قال لی نعم. قلت فما تصنع به، چیکار میکنی با بینی؟ قال اشم بها الرائحه، با بینی بو را استشمام میکنم مثلا. قلت الک ان الک افهم، آیا دهان داری؟ قال لی نعم. قلت فما تصنع به؟ قال اذوق بها الطعم. قلت الک قلب، آیا قلب داری؟ قال لی نعم. قلت فما تصنع به؟ قال أميز كل ما ورد على هذه الجوارح والأعضاء، با قلب تمیز میده هم هر چیزهایی که وارد بر این جوارح و اعضا شود. هشام ابن الحکم میگه که من گفتم چشم سالم، گوش سالم، چی نیازی به قلب است؟ همه چیز سالم. گفت نه، هر وقتی که شک کردم در یک چیزایی که دیدنی است یا شنیدنی است، رجوعی به قلب میدی، هم از شک به یقین تبدیل میشود. ها، گفت پس میگویی که خداوند قلب را امام برای این اعضای جوارح قرار داده؟ بله. گفت چگونه خدایی است که برای اعضای جوارح امام قرار بدهد اما این همه خلق را در حیرتشان بگذارد؟ عمرو ابن عبید جامان گفت انت هشام ابن الحکم، چون درباره هشام شنیده بود که چگونه مناظره میکنند. هشام میگه قلت لا، ام من جلسائه، یا از هم نشینانی وی؟ هشام میگه قلت لا، نه نیستم. فمن این انت، پس از کجایی؟ گفتم من اهل الکوفه. ها، فاذن انت هو، پس خود هشام ابن الحکمی. هشام میگه آورد مرا بغل کشید و مرا بجای خودش نشاند و خودش پایین نشست. تا وقتی که من اونجا بودم حتی یک کلمه هم نگفت. وقتی که کلام هشام تمام شد، امام صادق علیه السلام خندید، فرمود ما علمک هذا، چی کسی به تو یاد داده اینها را؟ قال هشام شیء الذی اخذته منک و الفته، چیزهایی است که شما یاد گرفتم و پیش خودم ربطش دادم. قال امام صادق علیه السلام والله هذا مکتوب فی صحف ابراهیم و موسی. ببین یک جوان باعث شده که امام میخنده، خوشحال میشه، از وجودش افتخار میکنه. در بعضی تعبیرات دیگه هم داریم که میگه امام صادق علیه السلام میفرمود هشام و رب الکعبه. خب ما و شما هم باید کسانی باشیم که امام زمانمان با وجودمان افتخار بکند و زمین سازی ظهور باشیم. و الحمدلله رب العالمین.